بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. برنامه سربی با مردم یا به قول معروف کارمون خیلی خرابه رو با هم شروع میکنیم. گاهی وقتا واقعا دلم میگیره، هم از قصه هم از شادی، و امروز دوبار باز اشک ما در آمد. یکی صبح آقای عیسی علیپور از سوئد خبر دادن که یکی دیگه از دوستانی که با کمک تلویزیون مردم تونسته به اصطلاح قبولیش رو بگیره در کشور نروژ، ایشون هم خوشحال بود. من میدونم چون آقای علیپور هم پدر هست و میدونه که این بچه هایی که میان، مخصوصا اونایی که سنشون کمه، میان توی اروپا، اگر فوری یا زود سرسامان پیدا نکنن، بعدن این مدتی که اونجا به صورت برزخ، بعضی وقتا به صورت غیرقانونی طی میکنن، ممکنه اثرات سو و منفی در زندگیشون در آیندهشون داشته باشه. اینه که ایشون هم خوشحال میشه وقتی یه نفر قبول میشه، اقامتش رو میگیره و به قول معروف میره دنبال زندگیش و آیندهش. ما اینجا از این دوستان خواهش میکنیم که دیگر پناهجویان رو فراموش نکنن. حالا که شما شدید پناهنده و اقامت گرفتید، به قول معروف پناهجویان رو هم دریابید. و اما اشک دوم برای چی بود؟ امروز بعد از مدت‌ها صدای بانوی عزیزی به نام ماندانا رو شنیدیم. البته ایشون یه مقداری کم لطفی کردن، یادشون رفته که پیام که اینجا میذارن به من بگن که پخش کنم یا پخش نکنم. حالا من هم این پیام رو پخش میکنم، چون حقیقتش یه مقداری میخوام به خودمون بگم که چرا پخش نکنیم، چرا پیام‌ها رو پخش نکنیم، چرا لذت نبریم از اینکه یه تلویزیون کوچولو نقلی آمده یه ویدیویی رو که همه دیدن، همه زیرش نوشتن آفرین، ولی هیچ اقدامی انجام نشد، این تلویزیون نشون داد و باعث شد یه نفر زنگ بزنه بگه من 200 دلار میدم، یه نفر مثل شما بلند شه با کمک دوستاش این معلم رو در یزد پیدا کنه، کمک کنه، حمایت کنه. شما گفتید 3 میلیون تومان، مبلغ کمی. ببینید 1 تومان هم مبلغ زیادیه وقتی که پشتش یک خلوص نیتی باشه. و من هم از شما ممنونم، هم از دوستتون ممنونم، و بذارید با دوستان این پیام شما رو به اصطلاح بشنویم و از دوستان خواهش کنیم که اگر در این رابطه میخوان با شما تماس بگیرن. البته شما یه جایی توی این پیام میگید که شماره تلفن این افراد رو، اون معلم و اون شاگرد فلجش رو گرفتید، ولی نمیخواین به مردم بدید و ترجیح میدید که به من بدید، اونها از من بگیرن. ببینید دوست عزیز، من این اشتباه یا این کار غلطی رو که افراد قمپوزیسیون انجام میدن، یه فرد عقب افتادهی به نام فردوسی که هنوز نمیدونه که مثلا این سازمانهای چریتی چیه، فکر میکنه اینها نظامی هستن و میاد به مردم میگه ما هم میخوایم مثل اینها سازمان نظامی درست کنیم، ولی من نمیتونم توی برنامه بگم طرحمو، ولی اگه کسی خواست میتونه با من تماس بگیره. بذارید خودمونو بذاریم جای اونایی که میخوان به اصطلاح از ایشون اون اطلاعات رو بگیرن و ازش استفاده سوء کنن. خب خیلی قشنگ زنگ میزنه با سلام و درود و ورود و احوال پرسی و من میخوام خدمت کنم و این اطلاعات رو میگیره، حالا یا با پرداخت 500 دلار یا با پرداخت 50 دلار بستگی به نرخ طرف داره، میگیره و میره هر کاری میخواد انجام میده. ما باید یه مقدار از این خودسانسوری بیایم بیرون. میدونم هنوز تو جامعه ممکنه حتی افراد مریضی داشته باشی که مزاحم این معلم بشه، مزاحم اون دانش آموز بشه، ولی من و شما نباید به خاطر اینکه یه فرد مریضه، یه فرد به اصطلاح سادیسم داره، ما بیایم خدمتی رو که دوستانی که میبینن این برنامه رو ممکنه مایل باشن به این معلم انجام بدن، من و شما ازشون از اینا دریغ کنیم. هم
فرصت خدمت کردن به اینها، هم فرصت کمک گرفتن اون معلمی که با این روح والا، با این قلب بزرگ میاد یه همچی کاری میکنه، بچه دیگری رو میاد از مدرسه، از منزلشون میبره، طرف دستشویی میخواد بره، این میبرتش، اینها، اون احتیاج به کمک هیچ کدوم از ماها نداره. اون ثابت کرده که از ماها خیلی بهتر و بالاتر هست. ولی ممکنه ما یه مقداری بتونیم با گفتن این که بله ما هم انسانیم و میفهمیم اون انسانیت تو رو، اون رو مقاوم ترن به اصطلاح در کاری که میکنه حمایت کنیم. بشنویم با هم صحبت های این دوستمون رو. ببینم که بله، خانم ماندانا، اولا هر جا بودید خوش آمدید، چون گفتید مدت زیادی برنامه ها رو نمیدیدید یا تماس نمی گرفتید. ما از دوستان انتظار نداریم که هر روز همه برنامه های ما رو ببینن، از دوستان هم انتظار نداریم که هر روز با ما تماس بگیرن. این روزا خانواده ها با همدیگه تماس نمیگیرن. ما اولایی که ما دودی آمریکا میگفتیم آقا این آمریکایی‌ها دیگه کیان، سالی یه بار دو بار دور هم جمع میشن، یه بار تنکسگیوینه، یه بار کریسمسه و یه بارم یه مثلا ریونیون فامیلی، که به نظر من باید اسمش یونیون فامیلی باشه. anyway میگیرن. ما اگه هر روز با مادرمون صحبت نکنیم، اگه هر روز با داداشمون صحبت نکنیم، اصلا نمیتونیم شب بخوابیم. بعد دیدیم که ما هم که اینجا موندیم به این نتیجه رسیدیم که من هر روز که نمیتونم به مادرم زنگ بزنم بگم خب حالت خوبه، اونم بگه بله خوبم، تو چطوری، دوباره حالم خوبه بذارم. یعنی جبر زمان، جبر مکان باعث شده که ما هم مثل اونها بشیم. پس من هیچ انتظاری از شما دوستان ندارم و همین که شما لطف میکنید، پیام میذارید، به قول دوستان هرچه از دوست رسد نیکوست. بشنویم با هم ماندانا خانم رو، بفرمایید. سلام آقای توبی، من ماندانا هستم، الان بعد از مدت به شما تلفن میزنم. این موضوعی که من الان میخوام برای شما شرح بدم مربوط به یک کلیپی بود که شما حدودی شد 3 ماه قبل از تلویزیون خودتون نشون دارید و مردم، و یه معلم یزدی بود که یه شاگرد فلجی داشت و هفته بعدش هم یه نفر به شما تلفن زده بوده، شما خودتون گفتین، آقای تلفن زده گفته من $200 میدم. حالا موضوعی که من میخوام بگم اینه که من این معلم رو پیدا کردم به توسط یکی از دوستان که در فرهنگ به دنیا خود فکر پیدا شد و رفته بود، اون خانم یزدی بود، رفته بود تو خونه اون بچه، اون با مادر رو صحبت کرده بود. اینا واسه ما الان چند وقته که در گیر این جریان بودیم و من خودم شخصا یه مقداری پول هم برای اون بچه فرستادم، هم برای اون آقای معلم به خاطر کاری که میکنه، البته اون بالی یه هدیه، اما برای بچه، برای اون پسر گفتن که باید یه دکتر گفته که این باید حتما یه توالت فرنگی در منزلش باشه، صندلی چرخدار به دردش نمیخوره به خاطر اینکه اگه بشینه رو صندلی تمام مدت دیگه اون یه مقدار عضلایی هم که داره بین خواهد رفت، این باید هر جور شده حرکت داشته باشه. و الان اونها مشغولن، یه نفر سرپرستی داره میکنه و اون دوست منم یه مقداری پول گذاشته، ولی با این حال کافی نیست برای مقدار. ما با هم دیگه که 3 میلیون خورده پول گذاشتیم، اما 3 میلیون خورده پول ایرانی، اما این مثل که 10 میلیون خرجه. حالا اگر کسی از بینندگان شما خواستن که مثلا این موضوع رو شما مطرح کردیم خواستن، من شما به تلفن و معلم رو دارم، در جای تماس با مادرش هم دارم. اگر کسی مایل پول بفرسته، البته توسط شما من به شما میدم، شما میتونین به اونها بدین، ولی نه در تلویزیون اعلام بکنین شما تلفنشون، همجور شخصا بهش میدین و اونا میتونن خودشون تماس بگیرن صحبت بکنن. من ازش اجازه گرفتم، گفتم میتونم این شما تلفنتون رو به یه آقایی که مجری تلویزیون هستش و این رو اول نفر ما اونجا دیدیم و اینا، گفت بله. اینی که حالا دیگه این هست، حالا اگر که کسی خواست شما میتونین به من ایمیل بفرستین، بعد من باز تلفن میزنم یا توی ایمیل به شما برای شما مینویسم.
شماره تلفن معلم، ولی این چیزی که اینا احتیاج دارن، اون بچه احتیاج داره که حتما. معلمم به من گفت که اینا حیاتشون خود بزرگ هستش در پشت اون اتاق و دارن اونجا رو چاه میکنن. بله دوستان، متاسفانه چون این تلفن شماره 202 سر 3 دقیقه قطع میشه، صحبت‌های خانم ماندانا رو کامل نگرفته، ولی به اصطلاح حق مطلب بیان شد. دکتر گفته که صندلی چرخدار اگر برای این بگیرن، تازه بیشتر باعث میشه که این حرکت نکنه و همین چند تا ماهیچه هم که توی بدنش کار میکنه اونها هم تنبل بشن و از کار بیفتن. اون چیزی که این احتیاج داره ساختن یه توالت فرنگی هست که میدونید این توالت های مدل چین و هند و ایران و اینها حتی برای آدم های سالم یه مقداری سنشون که بالا میره نشستن و بلند شدن مشکل میشه، چه خواسته به افرادی که احیانا به اصطلاح مریضی داشته باشن یا مثل این جوانی که ویدیو شما نشون داده بودیم قبلا به اصطلاح فلج باشن یا معلول باشن. در هر صورت ممنونم ماندانای خانم، ماندانا عزیز، و امیدوارم که دوستان صدای شما رو بشنون و اگر کسی مایل هست که کمک کنه که در شهر یزد در منزل این پسر بچه دانش آموز اون وسیله بهداشتی، همون توالت فرنگی رو بسازید، تماس بگیرید. من هم با خانم ماندانا در تماس خواهم بود تا این کار انجام بشه. اگر به من و به خانم ماندانا و به دیگران اطمینان ندارید که هیچ اشکالی هم نداره، از بس به شما دروغ گفتن، گفتن پول بدید ما میخوایم بریم ایران رو آزاد کنیم، گفتن پول بدید فردا شما میاد میشین نخست وزیر به شرطی که من شاه بشم، میتونید با فامیل خودتون، اقوام خودتون تماس بگیرید. من بهتون گفتم یکی از دوستان از گنبد کاووس تماس گرفت که من جوونی هستم که پام احتیاج به جراحی داره و پول ندارم. من با یه نفر دیگه توی تهران تماس گرفتم، اون از تهران تماس گرفت با یه دکتری توی کلینیکی در گنبد کاووس، به اون گفت که این کار رو انجام بده و اون رفت و انجام داد و الحمدلله اون پسر جوان، وقتی میگم جوان 20 و چند سالشه، خودش هم تازه بچه هم داره، پاش مورد معالجه قرار گرفت. من افتخارم اینه که تونسته باشم به یه نفر کمک کنم، و الا میتونم بیام اینجا دروغ بگم مثل فلان تیمسا، مثل فلان لور بختیاری بود، کی بود این آقای فولادوند، بگم ما 7000 تا تفنگ گذاشتیم زیر درخت انجیر، نمیدونم 10000 تا تانک گذاشتیم پشت چیز. من 30 سال با ارتش آمریکا تماس گرفتم و روز 33 آبان میخوام برم ایران. این دروغ گفتنا به جز این که شماها اول عصبانی بشید، گهگاهی بخندید، به کجا رسونده ما رو؟ افتخارم این هست که با این وسیله کمی که دارم، با این امکانات کمی که دارم، تا حالا چندین نفر رو که دیگه فکر کنم الان نقل 20-30 نفر حداقل شده، این کار پناهندگیشون، اقامتشون درست شده، از اون حالت قاچاق زندگی کردن، چون شما وقت قاچاق زندگی میکنی مجبوری کارهای قاچاق و غیرقانونی بیشتری هم انجام بدی. در هر صورت از اون نجات پیدا کردن. افتخارم اینه که تونستیم یه جایی اگه یه نفر بوده کمکی میخواسته کمکش کنیم، و از اون طرف نگرانیم که وقتی به یه نفر کمک میکنی، خب 4 نفر دیگه هم که میشنون اونها میان جلو، اگه به اونها کمک نکنی خودت واقعا شب نمیتونی راحت بخوابی. اگه بخوای به همه کمک کنی، تازه اینایی که صلیب سرخ و نمیدونم هلال احمر و شیر خورشید دستشون بود نتونستن همه دنیا رو آباد کنن، من با این امکانات کم چگونه میتونم کاری انجام بدم؟ ولی میگن که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یعنی این کمک ها اگر قطره قطره باشه، حالا دریا ممکنه نشه ولی یه لیوان آب بشه. یا از طرفی میگن که یه نفر کنار دریا داشت راه میرفت و دیدید که این ستاره های دریایی وقتی از وقتی دریا موج میزنه اینها رو میاره رو ساحل،
بعد که موج میره بعضی از اینها نمیتونن دیگه برگردن، اونجا میمونن میمیرن. این درباره دلفین ها هست، درباره ستاره های دریایی هست و درباره خیلی از موجودات هست. بعد میگن یه نفر داشته اونجا راه میرفته میبینه تعداد زیادی از اینها اونجاست و یکی یکی اینها رو بلند میکنه پرت میکنه به طرف آب و دریا. دوستش میگه که خب تو این همه ستاره دریایی یا موجود دریایی که الان آمده رو ساحل و در حال مرگ هستن، تو که نمیتونی اینا رو بفرستی به دریا و نجات بدی. اون دوستی که این کار میکرده میگه من میدونم، ولی مطمئنم کاری که من انجام دادم برای اون یکی که انداختم و الان داره زندگی میکنه خیلی مهم بود. شما سعی نکنید همه ساحل رو بفرستید به دریا، سعی کنید یه نفر، سعی کنید در حد توانتون. اتفاقا من توی این چند روز گذشته یه دوستی که براتون گفتم چند ماهی بود با هم کار میکردیم و اینها، به من هی میگفت و من میدیدم که ایشون هم خب خیلی جویای یاد گرفتن هست و این معلم بودن، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه یه عشقی تو شما به وجود میاره که وقتی به یه نفر یه چیزی رو یاد میدید و اون با ذوق و شوق میاد نشون میده که دیدید به من یاد دادید، یاد گرفتم، شما بیشتر از اون ذوق میکنید. ولی از طرفی بعضی وقتا یادمون میره که شما نمیتونی، امکان نداره بری سر کلاس اول همه اون چیزایی رو که میدونی که توی 14 سال 16 سال 20 سال یاد گرفتی بیاد به این بچه یاد بدی و این بچه دانش آموز میتونه خوب یاد بگیره به شرطی که بار رو روی دوشش زیاد نذاری، به شرطی که هومورک تکلیف خونه رو انقدر بهش ندیم که دستاش صبح که میاد سر مدرسه و سر کلاس دیگه تاول زده باشه. در صورت به این دوستم گفتم بابا هیچ اشکالی نداره، شما می به من میگی که من مثل یک بچه‌ای هستم که راه رفتن رو یاد گرفتم، من هم قبول دارم، من هم دست شما رو میگیرم تا راه بری، ولی اگه من دست شما رو بگیرم با سرعتی که خودم میدوم با این پاهای شلنگ تخته بلند، و بنده زمانی کشتیگیر بودم تو هوابر بودم 45 دقیقه صبح با پوتین و این وسایل میدویدم، اگه بخوام شما رو بدونم شما که یا دستت کنده میشه یا میخوری زمین، من باید رو زمین بکشمت. پس خود شما تازه باید به من بگی که بابا سوربی بیبی استه، قدمهای کودکانه یکی یکی، حالا شما نمیتونی خودتو کنترل کنی، من باید به عنوان یه معلم خوب به شما بگم من فکر کنم برای امروز این بس بود. اگه شما کار کردن با ویدیو، ضبط کردن ویدیو، ادیت کردن ویدیو، فرستادنش برای دیگران، بایگانی کردنش، اینا را امروز یاد گرفتی بس، آقا دیگه الان نمیخواد بری وبسایت. بعد از اون گذشته در زمانی ما زندگی میکنیم که تخصص ارجحیت داره به عمومیت. یعنی چی؟ یعنی شما اون وقتا یه دکتر عمومی میافتی یه دهی از سرماخوردگی تا سرطان رو این با یه قرصی میخواست مداوا کن. الان شما وقتی میری دکتر عمومی بهت میگه که من فکر میکنم مثلا این کلیه از این کاغذ رو بگیر برو پلو دکتر متخصص، و به همین خاطر تخصص پیدا شده. چون تخصص پیدا شده شما اگه زنگ میزنی به یه شرکتی، شرکت ازت میپرسه، میگه اگه درباره وبسایت شماره یک رو فشار بده، اگه درباره دامین نیم شماره دو رو فشار بده، درباره هاستینگ شماره 3 رو فشار بده، درباره ویدیو استریمینگ شماره 4 رو، چرا نمیگه وایسا یکی میاد جوابت میده؟ برای که میخواد ببینه چه کسی متخصصه که به شما کمک کنه. خب آخه قربون، شما که تازه از راه رسیدی خوشحال هستی یه چیزی رو یاد گرفتی، میخوای همه چیز رو یاد بگیری، هم خودت رو خسته میکنی، هم به من سردرد میدی، چون چیزها رو قاطی میکنی. نمیدونم پلیلیست یوتیوب رو با پلیلیست انکودر قاطی میکنی، هرچی من توضیح میدم زنگ میزنی به اون. بعد اگر یک کسی رو باور دارید باید اون رو قبول کنید، اگه باور ندارید وقتی رفتید یه جای دیگه بر نگردید به اون بگید رفتم اونجا اینو گفته. میگم خب اگه اون اینو گفته و شما قبول دارید خب برو پهلو اون دیگه. این مشکل ماست، مشکل ما ایرانی ها اینه که همیشه فکر میکنیم همه دارن به همون دروغ میگن، همه دارن کلا سرمون میذارن، و مشکل دیگه همون اینه که تا یه چیزی یه کمی یاد گرفتیم فکر میکنیم همه چیز رو میدونیم.
حقم داریم. همه کلک بهمون زدن، همه دروغ بهمون گفتن، همه کلا سرمون گذاشتن یا کلامونو برداشتن، ولی یه روزی شما باید ریسک کنی به یه نفر یه جایی اطمینان کنی. تا روزی که اون نفر رو پیدا نکردی شما داری خودتو اذیت میکنی، و تا روزی که به همه شک کنی که اینها ممکنه کلاتو بردارن، مجبوری دو دستی کلاتو بگیری، بعد میان جیبتو میزنن، عذر میخوام، بعد میان شلوارتو در میارن. آه شما دلت خوشه که دو دستی کلاتو گرفتی که یا باد نبره یا سربی کلاتو بر نداره. اینم از این ماجرا. و اما حالا از این اشک خوشحالی ها گفتیم، بریم از یه چیز دیگه براتون بگم. من دیروز بود یکی از دوستان شیرازی صحبت میکرد و اینها، بعد صحبتمون کشید به ماجرای کشتی و اینها، گفت هنوزم کشتی میگیری؟ گفتم قربونت برم، اگه کشتی گیر بودی شما میدونستی دیگه از 30 سالی که میر بالاتر دیگه شما کشتی گیر نیستی، حتی اگه بری تو سالن ورزشی و نرمشی هم بکنی اینها، داری خودت رو راضی میکنی که بله من کشتی گیرم هستم، و من الان دیگه 60 سالمه، کشتی چیه، با کی کشتی بگیرم که هی منو بزنه زمین. بعد یادمون افتاد از مربیهامون، آقای ده بزرگی، آقای قشقایی، آقای فرخیان، آقای پورشکیبایی، آقای فرجام، از اینها یادی کنیم. من به ایشون گفتم راستی از آقای فرخیان چه خبر؟ ایشون گفت که آقای فرخیان در انگلستان هست و روی فیسبوک هم میتونی پیداش کنی. من گفتم اه خب پس میرم پیداش میکنم. آمدم روی فیسبوک اسم محمد علی فرخیان رو که زدم، دیدم با این قیافه بشاش در کنار همسرشون نشستن و این عکس رو هم گذاشتن، محمد علی فرخیان. من خودم حقیقتش یادم نیست اون برنامه‌ای که ایشون توی مسابقات جهانی یا مسابقات المپیک مقامی که گرفت باعث شد ایران مقام اول رو بگیره و اینها. اون چیزی که من یادمه اینه که آقای فرخیان خیلی آدم چی میگن افتاده‌ای بود و به همه ما یاد میداد، همیشه هم شوخی میکرد، میگفت که شما اگه رفتید کوه دیدید که یه گروهی دارن میان، یه نفر از همه یواشتر اون ته داره میاد، این کشتیگیره. میخواست بگه که یعنی کشتی چون انرژی زیادی میگیره، نیروی زیادی میگیره و اینها، کشتیگیرها آدم های تنبلی هستن. حالا ماها کشتیگیرهای شیرازی بودیم دیگه چی؟ ضمناً بنده کشتیگیر خوبی نبودم، چون هیچ وقت از آموزشگاه ها بیرون به اصطلاح بالاتر نرفتم. تو آموزشگاه ها کشتی گرفتم با آقای درویش، با کرامت زرنگ، با آقای کارگر توی وزن 57 48 52 57، ولی هیچ وقت مقامی کسب نکردم. و یادم سالها پیش یه آقایی زنگ زده بود به تلویزیون که آقا این سوربی که میگه من کشتی گرفتم، من همه کشتیگیرای ایران رو میشناسم و ایشون کشتیگیر نبوده. اولا ببینید چقدر یه شخص عقده‌ای باشه، چقدر تنفر وجودش رو پر کرده باشه که یه بچه‌ای توی هنرستان شیراز کشتی گرفته میاد توی صحبتاش شما رو خودی میدونه، به شما میگه ای شما بسکتبال بازی میکردی، ما میخواستیم بسکت بازی کنیم ولی همیشه بر توپمون پنچر بود، مجبور شدیم بریم کشتی بگیریم، چون داداشمون کشتیگیر بود یه دوبندهی برای اون کوچیک شد و ما پوشیدیم، چون داداشمون کفشش کوچیک شد و ما پوشیدیم، چون داداشمون کشتیگیر بود با اون میرفتیم ما کشتی میرفتیم. بعد یه آدم عقده‌ای، اگه اشتباه نکنم آقای علی رضایی بود، حالا نمیدونم کجاست، زنگ بزنه به یه برنامه دیگه بگه سوربی کشتیگیر نیست. داداش من اون موقع گفت که بذار من یه عکسی از تو دارم بفرستم، اینو تو تلویزیون نشون بده. که من بهش گفتم آقا ول کن، شما اگه بخوای هر روز اینایی که جواب احمقا رو بخوای بدی که از صبح تا شبت گرفتاری. گفت نه، این اتفاقا هم آقای فرجامو نشون میده، هم و عکسی هم که فرستاد حقیقتا بنده دارم ضربه میشم. این آقای فرخیانه که وایساده با اون قد قامت ورزشکاری، هیکل خوب، و این آقای فرجامه که نشسته به اصطلاح داور کناره. این بنده خدا که
داره فکر میکنه چجوری از دست این آقا در بره، منم و اسم این آقا میدونم حسین بود، فامیلیش یادم رفته. بعد یه عکس دیگه هم برای من فرستاده بود که حالا یا تو همین مسابقه بود یا یه مسابقه دیگه‌ای که من با قنبر گرفتم چی، من پیروز شدم و دست من بالا بود. حالا همون آقای فرخیان هم دست منو برده بود بالا و انقدر ما کوچولو بودیم و اینها، این آقای فرخیان که دست من رو برده بود بالا، تمام این دنده هام پیدا و این فکر کنم کتف من تا یکی دو روز آقای فرخیان درد میگرفت از بس که شما درد کرد که شما اینو کشته بودی بالا. اون اکثر ما گم کردیم، ولی این یکی که داریم میریم به طرف ضربه شدن داریم. در صورت دوستان یه مقداری واقعا میگم چشمتون رو باز کنید. دیدی میگن که طرف خیلی چشم تنگه، نظر تنگه، اول چشمتون رو باز کنید، دنیا رو ببینید، قلبتون رو باز کنید، با دیگرون به اصطلاح مهربون باشید. شاید خود منم بعضی وقتا این اشکالا رو دارم، با دیگرون مهربون نیستم، اگه یه چیزی رو مخالف عقیده من میگم، میگن فوری به جای اینکه مخالفش باشم دشمنش میشم. یه جایی ما باید شروع کنیم تمرین کنیم به خوب بودن، به خوب فکر کردن. اینکه هی تو فیسبوک بنویسیم گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، بعد پایینش تا یه نفر گفت آقا شما مثلا زرتشتی هستی فوش خوار مادر بهش بدین، این درست نمیشه. میخواین ببینید درست نمیشه؟ آقا 57 سال من و شما که قاجار وقت زیادمون نیست که، رضا شاه را من یادم نیست، ولی حالا چون بیننده‌ای داریم که ممکن رضا شاه هم یادشون باشه، 57 سال حکومت پهلوی رو دیدیم، تنگ نظری کردیم، فوش دادیم، مخالفان رو سرکوب کردیم، رسیدیم به آخوند. 37 سال آخوندار رو داریم میبینیم، بچه‌های خودشون رو اعدام کردن برای به قدرت رسیدن. اون آقای گیلانی بود، کی بود؟ دوست من آقای صدیقی میگه بچه‌های صدیقی، برادرش، حالا پدرش هم فوت شده، میگه آیت الله صدیقی توی اصفهان 2-3 تا از بچه‌هاش کشته شدن و مفقود شدن تو جنگ و اینها. تازه به این میگفت تا همچون تو آلمان بودی بیا برو تو جنگ کشته بشی، گناهات بخشیده بشی. همه این کارا رو کردن، به اینجا رسیدیم. خب اون شعره که میگفت که 100 بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی، چرا ما این رو گوش نمیدیم؟ یادم میاد این آقای فرجام و آقای بختیار، آقای فرخیان و آقای کشکولی یا قشقایی، دوتاشو داشتیم، کشکولی فکر کنم، آقای ده بزرگی، آقای پورشکیبایی، اینها به ما این شعرهایی رم که قشنگ بود، مثلا افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. درست هم میگن، شما یه زمینی که بالاست تازه بارون هم اگه میاد فوری آب میخوره، آب میاد پایین، ولی اونی که پایینه آب میخوره، برنج و نمیدونم چای و اینا از اون زمینای پایین میاد. در هر صورت من نمیخوام اینجا بشینم و نصیحت کنم، فقط اینجا جا داره که از اونایی که ما رو به اصطلاح مثل یه گل نرم بودیم، ساختن، شکل دادن، معلمای مدرسه‌مون، مربیای ورزشمون، تشکر کنیم از آقای حکیم الهی، از آقای فرخیان، از آقای فرجام، از آقای پورشکیبایی اینها. ولی آقای پورشکیبایی یه ظلمی در حق من کرد، به من گفت که تو پاهات ضعیفه، برو کشتی فرنگی. در صورت که من فکر میکنم اگه کسی پاهاش قوی بود باید میرفت کشتی فرنگی، و اگه کسی پاهاش ضعیف بود باید میگفتن این تمرین ها رو انجام بده و تو کشتی آزاد وای میساد. شما چی فکر میکنید؟ یه روزی اگه آقای فیلابی دست از این شورای ملی باز، شورای مقاومت بازی و مجاهد بازی در آورد، میاریمش ازش سوال میکنیم راجع به کشتی. آقای موحد مدت هاست من ایشون رو ندیدم، فهمیده بودم که گویا از نردبان افتاده بود و یه مقداری مشکل داشت و اینها. ما یه مقداری هم بیایم چیزای ساده و معمولی رو عنوان کنیم، هی نخوایم مشکلات کره دیگر رو نمیدونم چیزایی که بلد نیستیم انجام بدیم. در صورت آقای فرخیان عزیز خیلی خوشحالم که عکس شما رو دیدم، امیدوارم بتونیم توسط اسکایپ یا تلفن ارتباطی با شما برقرار کنیم. دو تا از حتما یا فامیلاتونن یا به اصطلاح شاگرداتون عکسی رو گرفتن و روی فیسبوک گذاشتن
که من اگه بتونم پیداش کنم، که متاسفانه میگم بعض وقتا گم میکنم، اونم خیلی قشنگه. بله اینجاست، بذارید من اینو بهتون نشون بدم. آهان، آقای فرخیان رو نشون میده در بین این دوتا دوست، ولی من اون عصای شما رو که دیدم یه مقداری دلم گرفت. امیدوارم که این عصا، میدونیم بالاخره دیگه هر کسی مسن میشه احتیاج به کمک داره و اینها، ولی همون جوری که شما به بچه های ایران، به بچه های شیراز کمک کردی، اون دعای خیر اونها، اون امید آرزوهای خوبی که اونها بیشترشون هم موفق شدن، شما رو صحیح و سالم نگه داره. و چون شما برای منم پیغام گذاشته بودید، گفتید که توی لندن هستید، اتفاقا من چند ماه پیش لندن بودم، اگر فرصتی بشه یا شما رو در آمریکا ببینین یا در لندن. ضمناً من وقتی که در تلویزیون چیز بودم، پابلیک تی وی و بعدش رنگارنگ و اینها، سال 2003 رفتیم برای تهیه گزارش از به اصطلاح کشتی که ایرانی‌ها آمده بودن اینجا بالتیمور، و من دیروز که صحبت از آقای فرخیان شد و اینها، این عکس‌ها رو هم پیدا کردم و گفتم با شما به اصطلاح نشون بدم. این میبینید که مال سال 2003 هست و تیم کشتی ایران آمده بود بالتیمور، بنده هم اینجا نشستم، این هم آقای عسکر تادی و این هم دوستانی که از ایران آمده بودن و خیلی هم گل کردن اینجا، خیلی کشتیگیرهای خوبی توش بودن. بعد یه مربی که من پستلا با ایشون هم عکس گرفتم و اینها، متاسفانه الان فامیلیشون رو یادم رفته و اگه کسی این آقا رو میشناسه اسمش رو برای من بنویسه تا من از ایشون هم قدردانی کنم. من چون در تهران نبودم، شاگرد ایشون نبودم، ولی همه اینها به یه نوعی به قول معروف حق دارن برگردن ما. اگر ما امروز در کشورهای مختلف دنیا موفق هستیم، برای اونی که اینها اون موقعی که جوان بودن شدن مثل عصای دست ما، شدن مثل اون چرخ سومی که به دوچرخه می‌بستن تا ما یاد بگیریم دوچرخ سواری کنیم. این هم آقای کی بود، خدایا چجوری این اسما ما یادمون میره، علیرضا، این هم خیلی کشتیگیر یوغور خوبی بود و نمیدونم هنوز هم کشتی میگیره یا نه، چون 12 سال از اون سال گذشته. در هر صورت من همون جوری که اگر یه وقت غم و مشکلی هست میام با شما در میون میذارم و شما رو دوست و رفیق خودم میدونم، شما رو سنگ صبور خودم میدونم، همون جورم اگه یه وقت شادی و خوشحالی در زندگیم پیدا میشه، مثل همین که آقای فرخیان رو بعد از 40 سال، شاید بیشتر، چون من دیگه وقتی که از سالن تربیت بدنی قدیم رفتیم سالن تربیت بدنی جدید نادر، اونجا بیشتر با اون آقای قاسمی تمرین میکردیم، بعد مشقریب بود اون مستخدم اونجا، یادش بخیر، اگه بارون میمد و اینها میگم مثلا همینجا وایسید نرید، حالا نیم ساعت صبر کنید، حتی بعضی وقتها تعارف میکرد چایی چیزی برامون درست کنه. آدم های مهربونی تو زندگیمون بودن و ما متاسفانه بیشتر از آدم های نامهربون یاد گرفتیم. خب ببینم که این دوستمون چی میگه. میگه من میخوام مسعود رجوی کربلای صفدر سوار نشه، من میخواهم چپوش رو چاق کنم. بله، آقای شیرزاد جلیلی، امروز میدونید که متاسفانه دوباره به کمپ لیبرتی در عراق حمله کردند و تعداد زیادی، نزدیک به 30 نفر کشته شدند. اینه که دوستانی که در کمپای اشرف و در سازمان مجاهدین و اینها بودن، خب الان به اصطلاح دوستاشون رو میبینن که عکسشون رو گذاشتن جزو کشته شدگان. و آقای رزاقی مقاله خوبی نوشته بود، نوشته بود آقا نگید کشته شدگان، اینها را آقای رجوی و مریم رجوی به کشتن داده و اینها باید جوابگو باشن، مسئول باشن، چنین و چنان، که حالا امیدواریم روزی کسی پیدا بشه به حرفای شما هم گوش بده آقای رزاقی. ولی همین که جرأت پیدا کردید با شهامت میاین با دیگرون خاطرات گذشته رو، خاطرات جوونیتون رو که در سازمان مجاهدین
نمیخوام بگیم تلف کردین، ولی به اصطلاح زندگی کردید رو با دوستان در میون میذارید، من به نوبه خودم ازتون ممنونم. آقای محمد علی فرخیان، باز هم ممنون از شما، خیلی خوشحالم. و از ماندانای عزیز ممنون و متشکر. ضمناً امروز 3 اکتبر 2015 است، برابر با 8 آبان ماه 1394. طبق معمول دیروز گویا یه عده‌ای رفتن بر قبر، بر سر قبر کوروش در پاسارگاد جمع شدن. و من همیشه گفتم مشکل ما اینه که از بس که عقب عقب میریم که از پشت بون نیفتیم پایین، از اون طرف میفتیم پایین. و این تندروی های بی خود، این که حالا ما از اسلام بیزار شدیم برگردیم 3000 سال قبل بشیم زرتشت، یا بریم 2000 سال قبل بشیم مسیحی، اینها هیچ چیزی نیست جز همین تندروی کردن، جز همین احساساتی بودن، و به هیچ جا هم نخواهد رسید. دلیل من اینه که نرسیده. شارف اونجا گفت بخواب که ما بیداریم، دیدید که چطور گندش در آمد. شعار میدادن میگفتن کوروش بلند شو ببین گندش در آمد. حالا شما برید بگید کوروش شاه گفت بخواب بلند شید، کوروش هم بلند شه، میخواین چی کار کنید؟ نه برنامه، نه هدف، نه رهبری. بابا جون من امروز 7 دقیقه فیلم مجاهدین رو که خودشون گرفتن از این ماجرای بمباران دیشب یا موشک باران دیشب نشون دادم در برنامه آوا. شما به من بگید کدوم سازمانی رو میشناسید که رهبرش قایم شده باشه یا فوت شده باشه یا زخمی شده باشه، بعد اون اعضا بتونن دوام بیارن، اون هم نه اسلحه‌ای داشته باشن نه برنامه‌ای داشته باشن، فقط سالی یه بار جشن بذارن، یه مش آدم مفتخور، یه مش آدم فاسد رو دعوت کنن، پولهای کلون به اینها بدن، خودشون هم عکسای قشنگ بگیرن با لباسهای زرق و برقی. به من بگید اسم یه سازمانی رو ببرید و برید ببینید. گذاشتیم توی فیسبوک آخرین نواره که از یه سالم 3 روز کمتره، آقای رجوی قشنگ نشسته توضیح داده، آب پاکی ریخته رو دست همه اینها که آقا ماجرا ماجرای کربلاست، ماجرا ماجرای امام حسینه، ایشون میخواد بشه امام حسین، شما هم که اینجا موندید همتون باید بشید جزو اون شهدا، میخواین شهید بشید، چرا دیگه صبر میکنید؟ مثل این سکت، یا مثل این کالت، یا مثل این فرقه هایی که توی آمریکا توی جاهای مختلف دنیا یه روز یک نوشابه شیرین خوشمزه درست میکنن، سمم هست میخورن، همه میمیرن، این کار انجام بدید. یکی و دوتام نبوده، آخرینش هم نخواهد بود. اگر مردن افتخاره خب زودتر بمیرید. من برای دوستم مرداد نوشتم وقتی با شما صحبت میکنم شما میگی که ما 120 هزار تا کشته دادیم، آیا به 120 هزار تا کشته افتخار میکنید؟ خب امروز بر افتخاراتتون زیادتر شد، افزوده شد، امروز 120 هزار کشته به اضافه 27 نفر دیگه دارید. اگر افتخار نمیکنید بگید آقا چرا اینا رو به کشتن دادید، کی مسئول بوده، بیارید محاکمش کنیم، بیاین عوض کنیم روشمون رو. و الا شما هی اونو بگو منم هی اینو بگم. آره خب بریم سراغ دوستانی که لطف میکنن برنامه ها رو نگاه میکنن، نامه مینویسن، تماس میگیرن. دیدید که ما تا حالا گفته بودیم که یوتیوب رو استفاده میکنیم به عنوان بایگانی برای ویدیوهامون، چون هم مجانیه، ما ایرانی هم که دنبال چیزای مجانی هستیم، همین که سرویس خوبیه واقعا وقتی مقایسهش میکنی با ویمیو و اون چیزای دیگه که خواستن جای این رو بگیرن و نتونستن، میبینی حقیقتا یه سرویس خوبیه. ولی یادمون باشه توی آمریکا اینها یه ضرب المثلی دارن، میگن there is no free lunch، یا بعدن حتی در رابطه با آزادی میگن even freedom is not free، حتی آزادی هم مجانی نیست و باید براش خرج بدی، باید هزینه کنی. آقای یوتیوب نوشته که مژده مژده بشه تابی بشه تابی، صاحب باغ از بین رفت، انجیر و گلابی ارزون شد، ماهی 9.99 بدید دیگه ویدیوهای یوتیوب که نگاه میکنید میتونه بدون آگهی باشه.
و از اون برم میگه ولی اگه بیاین یه ماه هم بهتون حالا ما مجانی میدیم. این هم برای دوستانی که همش فکر میکنیم همه جا مجانیه و نیست، اینها میان. من یادمه نت زیرو اولی که آمد آگهیش این بود که اینترنت meant to be free، به همین خاطر اسمش گذاشت نت زیرو، یعنی ما از شما زیرو دلار میگیریم. الان اسمش عوض کرده گذاشته نت 10، 10 دلار میگیره. قولتون میدم اینها تمام این وبسایت های نت 20، نت 25، نت 30، نت 35 همه اینا رو هم خریده که یکی یکی عوض کنه و قیمت رو ببره بالا. بنده دیروز رفتم یه جایی پارک کنم، ساعتی 4 دلار بوده، حالا کردتش ساعت 6 دلار. اون موقع نیم ساعت اولم میزاش مجانی، الان نیم ساعت اولم اگه شما بری بیای 6 دلار ازت میگیره. هرچی فکر میکنم آخه کیا هستن که تصمیم میگیرن؟ چه کسی به این اجازه میده 50% قیمت رو ببره بالا؟ بعد اگه تو ساعتی چارج میکنی، اگر ساعت 6 دلاره، من اگر 1 ساعت و ربع اونجا بودم، شما باید 6 دلار به اضافه 1.5 7 دلار و نیم منو چارج کنی. چرا 12 دلار چارج میکنی؟ اینه که مردم معمولی بیچاره بدبخت جایی نیست که حرفشونو بزنه. یه تلویزیون مردم هست، این دوستمون تماس گرفته بود، گفته بود آقای سوربی من و دوستان دیگه میخوایم بیان چهارشنبه ها برنامه بذاریم و طبق معمول ایران رو آزاد کنیم. گفتیم تشریف بیارید. کی، چند، چجوری؟ بعد از 2 هفته چانه زدن و من شیرازیم و من همشهریم و من فعال سیاسیم پول ندارم و اینها، قیمت رو آورد 1/6 قیمت اصلی، قیمتی که از 2006 تا حالا ما تغییرش ندادیم. خب چه کار میکنی؟ از اول نوامبر میای؟ نه آقا من 28 میام. خب کی پول میده؟ دفعه قبل اون دوستی که شما نمایندش کرده بودید آخر کار داشت به شما یه جوری فوش میداد، میگو این فلان فلان شده به من کلک زدن، همه آمدن برنامه گذاشتن پول ندادن، من پول همه رو میدم، یه تخفیف دیگه به اون دادی. حالا این دفعه کی پول میده؟ آقا این دفعه خودم مسئولم. کی پول میدی؟ دیگه دوشنبه کاکو جون، ماکسیمم تا 26 من پول ریختم به حساب. خب 26 نشو، 27 میذشت آقا همشهریمونه، حالا برای 50 دلار 200 دلار. چهارشنبه بنده وقتم رو گذاشتم برای این، بهش احترام گذاشتم، هیچ خبری نشو. بعد بهش میگم، میگم آقا این دوستامون آقا کارشون خرابه، شما درست میگی. میگم آقا کار خودت هم خرابه، شما کی فهمیدی دوستان پول نمیدن؟ دوشنبه؟ شما باید دوشنبه به من زنگ میزدی میگفتی سوربی جان من این برنامه پیش اومده، اون چهارشنبه رو بیخیال. البته حالا آدم خوبیه، نمیشته اون راست میگی، شما درست میگی و فلان اینها، و امیدوارم ما رو ببخشید. آقا ما میبخشیم، ولی دیگه از بس بخشیدیم هم الان اگه دوربین بیاد اینور تنبون پامون نیست، فعلا تونستیم کوتمون رو نگه داریم، پیرن و کراوات، تنبون اونم بخشیدیم به اینو، شلوار اونم بخشیدیم به اینو. خب نکنید ملت، تا کی میخواییم مفت خور باشیم؟ دنبال چی مفتی رفتید به این روز افتادید؟ کی میخواییم نتیجه بگیرید؟ من نمیدونم، واگذار میکنم به خودتون. بریم سراغ این دوستی که نامه نوشته. نوشته که اسمش رو نمیگم، چون میگم این متاسفانه اگه اسم بگی بعدا میگن آقا ما ایران میریم و میایم، نمیخوام اسممونو بگیم. اگه اسم نگیم میگن نه آقا ما ترسی نداریم. نمیدونم، موندیم بر سر دوراهی. من پزشک جراحی هستم که در تمام این سالهای دراز در ایران اسلامی زندمانی کردم و چون جزو خودی های حکومت نبودم و در واقع در این لیست قرار نگرفتم، روزی 1000 مرده و زنده شده و همواره در انتظار اتفاقی ناخوشایند بودم. من مانند تشنه‌ای که یک باره به آبی رسیده باشد، هر موقع به آمریکا می آیم غرق در اینترنت و یوتیوب گشته و همواره دنبال حقایق هستم. امروز با کانال شما و مصاحبه های شما از این طریق آشنا شدم و چون یکی از افراد طرف صحبت شما
احمد رضا انصاری، غلطه عزیزم، احمد علی مسعود انصاری بودند. من تمام صحبت‌های وی را با دقت تماشا کردم، زیرا که من هر دو کتاب وی را در ایران و در شیراز خریده و هنوز در منزل دارم. دلیل تصدی من این است. این تصدی همون تصدی اوقات شده همه نه نمیدونم درست این است که ایشان در جواب پرسش فردی گفتند که جلد دوم کتاب وی را اطلاعات جمع‌آوری و مانع از عرضه آن به مردم شده. این حرف ایشان که خود را مسلمانی معتقد می نامند کاملا غلط است. هر دو جلد کتاب وی در همان زمان انتشار فراوان و قابل ابتیا بود. من کتاب ایشان را از کتاب فروشی محمدی واقع در خیابان ملا صدرای شیراز خریده و در تمام کتاب فروشی های شهر موجود بود و هر زمان هم که تجدید چاپ می شد بدون محدودیت عرضه می شد. خب آقای احمدعلی مسعود انصاری مسلمان باورمندیه و من از سال 2000 که امسال 16 سال ایشون رو میشناسم تا امروز یک دروغ نشنیدم ازش. این نظر خودم که میتونم بگم. حالا شما مسلمانم نباش، همین که تو شیراز بودی دکتر جراح هستی، من از شما یه سوالی میکنم. توی شیراز الان چند تا کتاب فروشی داری؟ الان ولش کن برگرد دوره چاپ دوم این کتاب، چاپ جلد دوم این کتاب. شما چجوری میگی من تو همه کتاب فروشی ها رفتم و کتاب های ایشون موجود بود؟ چرا دروغ میگیم ما و به آسونی هم دروغ میگیم؟ شما دوست عزیز دکتر جراح مملکت من هستی، میدونی من شیرازی هم، داری الان نقل کتاب فروشی محمدی میگی، من رو بردی تو کتاب فروشی ملا صدرا که من یادمه آخرین باری که از ایران اومدم از اونجا رفتم کتاب خریدم، کتابایی رو میدونم شاهنامه و داریوش و فلان اینا رو دارم، جمعه میارم بهتون نشون میدم، امروز جمعه است دوشنبه میارم بهتون نشون میدم. شما به یه مجری تلویزیون، به یه همشهری، به یه هموطنت ایمیلتو با سلام شروع نمیکنی، اون وقت انتظار داری آخوندا به من و شما احترام بذارن؟ ایمیلتو با درود شروع نمی کنی. بابا اون وقتا میگفتن عذر میخوام چون من اسمتو نمیارم، حالا هرچی میخوام میگم. اون وقتا میگفتن این خراب همدیگه که میرسن سر تکون میدن. من گاهی وقتی میرفتم از سواری، باور کنید از این ور که داری میری یکی دیگه از اون ور داره با اسب میره، اسب که میبینه اینجوری میکنه، حالا نمیدونم میخواد حمله کنه سلام میکنه. دوست عزیز برو ایمیل خودت رو بخون، توی متن ایمیلت بله شما توی سابجکتش نوشتی جناب سوربی با احترام و بلد نیستی. سابجکت باید احمدعلی مسعود انصاری باشه. اسم طرف رو اشتباه میگی، میگی توی تمام کتاب فروشی ها اصلا این کتاب ها رو گذاشته بودن مثل نردبون ازش میرفتن بالا. نگو آقا، بگو من خریدم. تا بعد آقای احمدعلی مسعود انصاری که الان خارج از شهره، من ایمیل شما رو براش فرستادم، به خودش زحمت داده، به شما احترام گذاشته، جواب داده، به منم این ماجرا رو گفته بود. گفته بود وقتی که رضا پهلوی موسموس میکرد دنبال خاتمی و میگو خاتمی گورباچوف ایرانه، همزمان شد با چاپ این کتاب و کتابای اینو تو ایران ممنوع کردن یا خودشون جمع کردن که یعنی فروش رفته، بعد تا بعد دیدن نه بابا این به اصطلاح رضا پهلوی حتی آخوندا هم استخدامش نمی کنه. خب حالا برگردیم دنبال این دوست پزشک جراحمون که داره زندگی در ایران زندمانی کرده، ولی میاد آمریکا و میره. والا کاش که ما هم تو آمریکا تو ایران زندمانی میکردیم ولی میمدیم آمریکا. بله هر دو کتاب وی در همان زمان انتشار فراوان. از کجا میدونی؟ نوشته بودن که چند جلد چاپ شده، تیراژش چقدره؟ از کجا میدونی انتشار فراوان؟
و در همه کتاب فروشی های شهر هم موجود بود و هر زمان هم که تجدید چاپ می شد بدون محدودیت عرضه می شد. شماره تلفن من در کالیفرنیا 415، در ایران 0917 می باشد. من تا 8 نوامبر اینجا خواهم بود و همان روز دوباره عازم ایران هستم. من هم حرف های زیادی برای گفتن دارم که نمی شود در شبکه های مجازی مطرح کرد و هیچ نوع علاقه و وابستگی به خاندان پهلوی ندارم. چه عمل کرده اینها در زمانی که در قدرت بودند بهترین معرف آنهاست، ولی از این اسلامیون دروغگوی رذل هم متنفر هستم. شما به آقای احمدعلی مسعود انصاری تهمت دروغ گفتن و رذل هم داری میگی، درسته؟ عزت زیاد، کامتان شیرین و به هیچ گروه یا گروهک معتقد یا سمپاد نبوده، فقط حسرت آزادی و به دست آوردن آزادی و حق زندگی بدون آقا بالا سر از هر نوعش در کشور مظلوم و بیاورم ایران بالاترین آمال من بوده و هست. به امید آن روز دکتر فلانی متولد 1321 از آذربایجان، متولد آذربایجان شرقی. آقای انصاری به شما جواب دادن، ما آقای رضا انصاری نتونستیم پیدا کنیم، ولی آقای احمدعلی مسعود انصاری جواب دادن و ایشون اینجوری نوشته: برادر من جناب سربی سلام، با توکل به خداوند خواهش میکنم جواب مرا خدمت جناب دکتر فلانی از طرف من عرض بفرمایید. کتاب من و خاندان پهلوی به صورت بسیار وسیع توسط چند ناشر در ایران چاپ و پخش شد. کتاب من و رضا توسط انتشارات اقبال چاپ و پخش گشت. دوستان شکایت می کردند که چاپ اول آن در دسترس نیست. به ما گفته شد که تمام چاپ اول فروش رفته است. چاپ دوم را انجام دادیم، بعدها فهمیدیم که قسمت اول چاپ کتاب توسط وزارت اطلاعات خریداری و بایگانی شده است. از طرف وزارت اطلاعات با من تماس گرفتند که من اجازه ندارم بر علیه رضا پهلوی صحبت کنم. در آن زمان آقایان مخالف چاپ این کتاب و صحبت‌های من در مورد رضا پهلوی در وزارت اطلاعات عوض شدند که این آقایان حتی حکم جلب مرا صادر کرده بودند و بعد از وارد شدن چاپ دوم کتاب به بازار، قسمت خریده شده چاپ اول نیز وارد بازار شد. خداوند یار و نگهبان شما باد، احمد. دوستان، تفاوت این آقای احمدعلی مسلمان دروغگو و رذل با دکتر جراح مملکتمون که هی میاد آمریکا و میره، الانم آمریکاست. دلیلم که من امروز دارم میگم به این دلیل که شما آمریکا هستی، میتونی تلفن بزنی، میتونی با اسکایپ مهمون من باشی، قرارمون دوشنبه شما مهمون من باش، بیا صحبت که چرا مملکت ما دکترش اینه، بیا صحبت کنیم. تا من وقتی با شما صحبت کردم و بیننده ها بفهمن که چرا مملکت ما آخوند سواره و من و شما پیاده است. محکومیت شدید حمله به لیبرتی توسط منشعبین. میدونید که دوستانی که از سازمان مجاهدین جدا شدن خودشون رو منشعبین مینامن، ولی میگن حقیقتا سازمان مجاهدین ما هستیم، چون ما همون چیز قبلی رو نگه داشتیم، در صورتی که سازمان مجاهدین در طی سالها رنگ و قیافه و چیز چی میگن فلسفهش عوض شده. و اما مجاهدین خب اونها هم حرفای دیگه میزنن، احتمالا فردا پس فردا خانم رجبی با شمعی در دست و اینها میاد، اینهایی که تا دیروز زنده بودن فردا تبدیل میشن به یه قاب عکس برای مجاهدین، یه قاب عکس روی دیوار 120 هزار نفری و خواهیم دید. چون خود من احمد میرفتم ازشون فیلم برداری مجانی و اینها هم ردیف میکردن مهمونای آنچنانی، خانم فلانی گوینده فاکس، آقای فلانی جنرال مفتخور، آقای فلانی. ما هم میگفتیم خب یه کاری کنیم بنده خداها حقشون، اینا که کشته شدن حق اینای دیگه باشه. بعد دیدیم آقا اصلا فلسفه اینا اینه که برن بشینن در اونجا تا یا بمیرن مریض بشن یا کشته بشن. ممنونم از دوست عزیزی که
برای ما این اطلاعات رو فرستاده. افتدار را آهن سال 1317 مخارج 600 میلیون تومان، مدت ساختمان 5 سال و 4 ماه، طول خط 1394 کیلومتر، تعداد کارگران 55,000 نفر، آب لوله کشی تهران 1330. ممنونم. اینجا نوشتن که ازدواج های فامیل خمینی با خامنه ای، اشراقی، خاتمی، سیستانی، حائری زاده، و این رو من یه جای دیگه هم راجبش خوندم که اینهایی که معمولا در رأس هستن چون به آدم های معمولی اطمینان ندارن و اونا رو دشمن خودشون میدونن، معمولا تو خودشون ازدواج میکنن و به این وسیله یه حلقه محکمتری درست میکنن. ولی جالب اینجاست که بعد که به یک تقی میرسه همه اینها دشمن همدیگه میشن، یعنی حتی برادرکشی، شوهر دام، نمیدونم داشتون آقای زاکری نمیدونم شوهر دختر برادر آقای رفسنجانی بود، ولی وقتی ایشون دیده بود که مثلا حقی که میخوان بهش نمیدن اینا، دشمنشون شد، آمد پتشون رو انداخت رو آقای چی زاکری بود اسمش، یادم رفت. در صورت کاکو جون شاید برای تلویزیونتون جالب باشد، سریا برادرش بیژن، پدر و مادرش در مونیخ مدفونن، پدر و مادر در سال 1983، خواهر برادر در سال 2001، محمد رضا در مصر 1980، لیلا در پاریس 2001 و علیرضا پهلوی در بوستون 2010. این است معنی واقعی دربدری. مرسی. خب و اما صفحه شطرنج شیطان، گفتم بهتون که یک بانوی گرامی ایرانی ترجمه میکنه نوشته ها، ترجمه میکنه صحبت های رادیو تلویزیون ها رو، و در یه نشریه‌ای به نام هفته که در کالیفرنیا در کانادا به چاپ میرسه اینها رو منتشر میکنه. ضمن تشکر از ایشون این نشریه رو نشون میدیم که از اونها هم تشکر کرده باشیم که به نویسندگان اجازه میدن اونجا قلم بزنن، و امیدواریم اینها هم اگر آگهی دارن به تلویزیون مردم بدن. و اما خانم شایسته الهامی این بار روز ششم آبان نوشتن که اجازه بدید من این مقاله رو براتون بزرگتر کنم و اگه بتونم بخونم. بعض وقتا نوشته دیگران رو خوندن شما نمیتونی اون حقی رو که اینها توی نوشتهشون میخواستن ادا کنن ادا کن. ایشون نوشتن که حدود نیم قرن پیش آلن دالاس که آن وقت مدیر و رئیس سازمان سیا بود از کار کنارگیری کرد، اما هنوز میراث او پابرجاست. آهان، یادتونه من اون دفعه گفتم این دالاس ایرپورت اینجا که من وقتی آمدم آمریکا فکر میکردم این اسم دالاس تگزاسه، بعدم خوندم که دو تا برادر بودن و اونها در زمان مصدق چه ظلمهایی کردن به ایرانیان و بعد هم چگونه پستلا پدر حتی مردم آمریکا رو درآوردن. این دوتا هستن و ممنونم از خانم شایسته الهامی که وقتشون رو گذاشتن و درباره آلن دالاس نوشتن که اون موقع از سال 1953 تا 1961 در زمان ریاست او بر این سازمان حکومت‌های چندین کشور از جمله ایران و گواتمالا سرنگون شد. آمریکا به کوبا حمله کرد و پاتریس لومانبا رهبر منتخب مردم کنگو کشته شد. اخیراً دیوید تالبوت کتابی نوشته به نام صفحه شطرنج شیطان که آلن دالاس و برپایی دولت پنهان آمریکا، یادتون اون روزم راجع به دولت شادو گاورمنت میگن یا دولت پنهان، این کتاب عملاً بیوگرافی جدیدی از آلن دالاس است و نگاهی دارد به چگونگی کمک او برای شکلگیری بنیادهای سیاست کنونی امنیت آمریکا، امنیت ملی آمریکا در سالهای پایانی دهه 1950 و آغازین سالهای دهه 1960. برخی ناظران مستقل حقوق مدنی آمریکا معتقدند عملیاتی مثل شکنجه، کنترل افکار
قتل‌های سیاسی تحت نظر گرفتن شهروندان آمریکایی و یا شهروندان متحدان خارجی در زمان آلن دالس به کار گرفته می‌شد، در حال حاضر هم در جریان است. در برنامه‌های روزهای 13 و 19 اکتبر ایمی گودمن در دموکراسی ناو با دیوید تالبوت نویسنده کتاب شطرنج شیطان، صفحه شطرنج شیطان، مصاحبه‌ای داشت که در زیر پخش کوتاهی از آن ارائه می‌شود. ایمی گودمن در این برنامه پس از یک معرفی کوتاه از دیوید تالبوت دعوت می‌کند در باره کتابش صحبت کند. دوستان عزیز، این رو روی این میتونید پیدا کنید روی نشریه هفته. اگرم نتونستید میتونید تماس بگیرید با من، براتون لینکش رو میفرستم. چون من در برنامه تلویزیون معمولا مقاله ها رو یکی دوتا از پاراگرافش رو میخونم که اگر شما به اصطلاح دوست داشتید خودتون برید دنبالش، چون اینجا ما شما رو مثل بچه مدرسه‌ای، بچه دبستان تریت نمی کنیم، با تون رفتار نمی کنیم، با شما مثل دانشجو رفتار می کنیم. فکر می کنیم اینجا دانشگاه هست، می آیم می گیم اینو 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 این، تیتر برنامه، تیتر موضوعات اینه، شما میرید توی رشته ای که علاقمندی تحقیق می کنیم. و اینجوری نیست که شما اگر ریاضی دوست نداری هی بشینی هی ما با چوب بزنیم پشت دستت ریاضی، برو آقا علوم، برو طبیعی و هر چیز دیگه ای که میخواد. من ببینم که این شعر رو که نوشته بود این دوستمون ایرانی و از وقتا وقتی مینویسن میریزه به هم و درست شد الحمدلله. آره، یوسف گمگشته، میدونید که این ماجرای یوسف و زلیخا و برادرانش و اینها اصلا جزء دیگه داستانهای زندگی خود ما در اومده، از اون فیلمی که ایران درست کرد، فیلمهای دیگه که کشورهای دیگه درست کردن. حالا آقای هادی خورسندی، این طنزگوی خوب ما، در انگلستان نشستن و شعر گفتن. یوسف گمگشته پیدا شد در آلمان، غم مخور. عرض میخوام ساعت 3 گذشته و من فراموش کردم. بریم با هم آگهی پتروس رو ببینیم و برگردیم. چی شد؟ کجا هستیم؟ آگهی پتروس. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. و اما یوسف گمگشته پیدا شد در آلمان، غم مخور. گفت دیگر بر نمی گردم به کنعان، غم مخور. ای پناهنده، کنون که رفته ای در جای امن، از غم سوریه بگذر، بحر لبنان غم مخور. خانم مرکل اگر یک خورده باشد بد حجاب، ای برادر بابت ناموس ایشان غم مخور. تو در اینجا نه پی امر به معروف آمدی، در همین حدی که مفتی میخوری نان غم مخور. میزبان را گو که حال شیعه و سنی بدان، گر زند مهمان لگد بر تخم مهمان غم مخور. گرزند مهمان لگد بر تخم مهمان غم نخور. بمب پوتین گر 2 روزی جان مردم را گرفت، ای اوباما مرگ بو رو این پایین ننوشته چیه؟ آقای علی شیرازی نازنین، برای ما شعر میفرسی؟ اینجا مرگ بو یه ستاره گذاشته، معمولا ستاره یا شماره که میذارن بعد اون پایین توضیح میدن که این ستاره یا شماره برای چی.
ای اوباما مرگ بو از بحر آن آنجان غم مخور، بمب آمریکا اگر یک روز و یک شب در میان اشتباهی میخورد بر فرق افغان غم مخور. گفت سردار سلیمانی ابا بشار اسد، یا گفت سرمان سلیمانی با بشار اسد، تا تو را عزماست کشتیبان ز طوفان غم مخور. در منا وقتی به شوق کعبه خواهی زد قدم، گر فتادی چون تاپاله ای مسلمان غم مخور. یا اگر افتاد در مسجد برویت جرثقیل، چون تو را بر لطف حق شکر است و ایمان غم مخور. در جوار حق تلف گشتن مقدس آرزوست، گر که حاجی کشته شد در عید قربان غم مخور. غم نخوردن کار انسانهای صاحب درد نیست، جان هادی لااقل در حد امکان غم مخور. ممنونم از آقای علی شیرازی که این شعر رو فرستاده و از همینجا سلام میکنیم به آقای هادی خورسندی، چند مدتیه که نیامده توی ویرجینیا. رئیس سازمان جاسوسی فرانسه گفت خاورمیانه‌ای که میشناختیم به پایان رسید. به گزارش عصر ایران، به نقل از خبرگزاری فرانسه، برنارد باجولیه روز سه‌شنبه چه تاریخی ننوشتن، چون من اینو قبلا هم خوندم، در نشستی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی در واشنگتن گفت خاورمیانه‌ای که میشناختیم تمام شد و بازگشتی در کار نیست. وی افزود کشورهایی مثل عراق، سوریه به هیچ وجه مرزهای قبلی خود را پس نخواهند گرفت. باجولیه که ریاست اداره عمومی امنیت خارجی DGSI سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه را بر عهده دارد ادامه داد خاورمیانه‌ای که میشناسه سه بار تالا اینو گفته، شک دارم دوباره باز میگردد به پایان رسید و شک دارم دوباره بازگردد. ما میبینیم که سوریه در واقع تجزیه و تقسیم شده است. دولت سوریه ترها بر بخش کوچکی از این کشور سیطره دارد، یعنی یک سوم شمال سوریه در کنترل کردهاست و مرکز سوریه هم در دست داعش. به تأکید کرد همین وضعیت در عراق نیز برقرار است. فکر نمی کنم امکانی برای بازگشت به وضعیت سابق داشته باشیم. باجولیه ادامه داد منطقه خاورمیانه دوباره در آینده باثبات خواهد شد، اما بر چه اساسی الان نمیدانم. اما حتما وضعیت آینده با وضعیت فعلی که پس از جنگ جهانی دوم ترسیم شده متفاوت خواهد بود. وی افزود خاورمیانه آینده حتما با خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم متفاوت خواهد بود. جان برینان رئیس سازمان اطلاعات امنیتی مرکزی آمریکا CIA نیز در این نشست حضور داشت. رئیس CIA هم نظری شبیه مقام فرانسوی ارائه کرد و گفت وقتی به سوریه، لیبی، عراق و یمن نگاه میکنم سخت است تصور کنیم دولت مرکزی در این کشور وجود خواهد داشت و بتواند کنترل مرزهای این کشور را که بعد از جنگ جهانی دوم ترسیم شد را به دست بگیرد. وی افزود راه حل نظامی در هر کدام از این کشورها غیر ممکن است. خب اگه غیر ممکن است چرا دارید انجام میدید؟ برو آقا دنبال کار. حرکت برای یافتن راه حل نهایی در این کشورها اشتباه است، بلکه باید گامهای کوچک را دنبال کرد و با استفاده از اعتماد سازی میان طرفهای درگیر باید از شدت تنشها و بحران کاست. این نشست توسط دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد، منبع عصر ایران. ممنونم. معمولا نشست هایی که تو دانشگاه ها برگزار میشه، خب افرادی که اونجا دعوت میشن فرق میکنن با نشست هایی که توی این نمیدونم پنتاگون و توی این اتاقای مجلس و اینها هست. اونجا نقل جنگ و برو بزن و بکش و ما قوی ترین هستیم. توی دانشگاه ها بحث سر فهم و شعور، سر واقعیت ها هست. امیدواریم که کسی گوش کنه. دوستان شما، دکتر عباس برای من فرستاده، نوشته که سعودی عربیا از ISIS همون داعش دولت اسلامی تا حالا بیشتر گردن زده. The jungle which control 5 below 1
بله این رو ایشون فرستاده، نمیدونم واقعا مدرکی هست یا نه. و اما امروز ما در برنامه کانون آواز صحبت کردیم، آقای قربان علی حسین نژاد مهمان برنامه بود، ایشون درباره پاپوش دوزی فرقه رجوی علیه جدا شدگان پناهنده در آلمان صحبت کرد، یه مقاله بسیار قشنگی رو نوشته که سازمان رفته دنبال یکی از این جدا شده ها، معرفی کرده به پلیس که آقای جاسوسه. بعد آقای حسین نژاد سوال میکنه شما مجاهدین در آلمان چه کار میکنید که این میتونه جاسوسی شما رو، من میدونید یه مدت پیش این سوال کردم، گفتم این دوستانی که شاه اللهی هستن، این دوستان مجاهدین، اینها حالا مجاهدین خب چیه که مثلا شما هر کسی یه کاری کرد برخلاف میلتون میگید مزدور جاسوس؟ من به این شاه اللهی ها گفتم آقا شما اون که میخواد جاسوسی کنه مثلا چه کار میکنه؟ میگه آقای رضا پهلوی در یک مهمانی با سرود ای ایران، این سرود ملی نیست دوستان اشتباه نکنید، شاه انقدر نادان بود که اگر این سرود رو کرده بود سرود ملی ما، هیچ وقت آخونده ها جرات نمی کردن عوضش کنن، ولی به جاش شاهنشاه ما زنده باد که زودتر از همه هم تلف شد. در صورت شما میبینم این برون بر میرسید سرود ملی، سرود ای ایران سرود ملی نیست، ناگفته نماند، سرود ای ایران یک کمی هم نجات پرستیه، ای خاک ما بهتر از همه جا، این حرفا چی؟ آقا برو دو قدم اون ورتر، آدمیتش بهتر که بهتر، دو قدم نه صد قدم از خاورمیانه بیایید. ایشون مدرک نوشته و من به دوستان اینو میگم آقا مثلا من چی بنویسم درباره مجاهدین، بگم که در فلان تظاهرات اینها اینقدر پول دادن به کندی عقب افتاده آمد صحبت کرد، خب این که همه میدونن، چه چیزی شما دارید که برای اون کسی که حاضر به ما پول بده ارزش داره؟ چه کاری کردید؟ اگه کار مخفیانه انجام دادید که نمیتونید بگید، همون بهتره که نگید چون دوباره میرید تو لیست. اگر هم نه دارید برای خودتون میزنید و میخونید و اون زن اونو میگیره، اون نمیدونم فلان اون میکنه، فعلا خوش باشید تا بعد. در اصل این مقاله رو هم برید بخونید. و اما تأسیس حزب الله توسط سپاه پاسداران، این کلیپ را از دست ندهید. علی شیرازی عزیز، حزب الله پاسداران درست شد، تأسیس شد، یکی بیاد بگه حالا چه کار باید بکنی؟ آقا مؤسس سپاه پاسداران همین 4 تا خیابون اونورتر ما، خدا وکیلی من فکر کنم با دو چرخه 10 دقیقه تا خونه آقای محسن سازگارا راه است. چه باید کرد؟ این درست کرده دنیا و ایران رو به هم ریخته، ولی اگه ازش بپرسی که چه باید کرد میگه من نمیدونم، من فقط بلد بودم درستش کنم. و اما تشکر میکنم باز از این دوستمون که فارسیش بهتر از منه و ترجمه اون کلمه فاندیشن رو من اون روز گیر کردم. البته این کاری به فارسی بهتر بودن و بدتر بودن نداره، بعضی وقتا آدم یک کلمه رو دیگه دیده همه اون میگه، حتی نوک زبونمه ولی یادم رفت، که البته نوک زبون فایده نداره، باید تو مغزت باش تو بتونی به وسیله زبان بیان کنی، زبان بیان. ایشون نوشته اون کلمه ای رو که روز شما دنبالش میگشتید معنی بنیاد، همون فاندیشنی که من میگفتم بنیاد هست. قبل از سال 1986 کلمه پاچخاری و چیزهای دیگری که فعلا مد شده است وجود نداشت و این به شهر تهران یا شهرهای دیگر ارتباط نداشت. تملق یا دستمال به دستی یا فلان مالی را یا بادمجان دور قابچی میگفتن. برای همین هم من و ما و شماها این گفته های جدید ایرانی ها را در ایران نمیفهمیم. من امروز در روزنامه مترو که به فرانسه نوشته میشود میخواندم که در انتقاد از کیم دیویس نوشته شده بود خانمی که حاضر نشد ورقه های ازدواج هموسکسوئل ها را صادر کند و جزو اونجلیس هاست، و آقای بن کارسون که از دونالد ترامپ الان جلو افتاده گویا ایشان هم از همان قماش است، مثل اینکه آن دین هم شبیه دین داعش قوانین خاص خود را دارد. دوستانی که میخواین مسیحی بشید فکر میکنید پیش خیلی پیش میفتید، هی خدا همه رو دوست داره، گوش کنید، مرد میتواند دختر خود را به بردگی بفروشد. این اکسود 21:7 نمیدونم این آیه از سوره چیه. کسی که یک شنبه جرأت کنه
جرأت کرده کار کند به مرگ محکوم می شود. یعنی شما یه شنبه تمام این کارمندای 7-11، تمام رانندای اتوبوس، تمام تاکسی ها، تمام این فروشگاه ها، اینا به مرگ محکوم شدن طبق قانون کجا؟ این مسیحیت. یکی دو آیه هم از آیه های زمان هجرت اجتماعی از تورات بود که نمی خواهم بنویسم، ولی اگر اینها میخواهند فقط از اسلام بگویند، باید کمی هم در مورد دین رئیس جمهور آینده آمریکا تحقیق کنند. حتما آقای کنت تیمرمن از اینها اطلاع دارد. شما در مورد نوشته دوستتان به درستی صحبت کردید، ولی چرا زمان شاه دولت کسانی را برای افراد سال خورده استخدام نمیکرد؟ ایشون اگه برنامه من ندیدید برید ببینید، یه نوشته ای رو آقای مسعود سویدی برای من فرستاد که آقا رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک آقای نمیدونم دکتر فلان اعتمادی میرفته در با هواپیما خراسان مشهد، بعد از اونجا میرفته نیشابور با ماشین، بعد اونجا تا میرسیده خونه میگفته مامان جون این لباس چوپونی من کجا؟ لباس چوپونیش میگرفته دستش، ملکیش هم میپوشیده، چوپونا دیده بود یه چماق دستش بود، یه چوبی بود که مثل عصا بود ولی سرش چی بود، پرتش میکردن برای این حیوانای بیچاره یا برای حتی مثلا کفتار یه چیزی اگه میمد دنبالش. و ایشون یه روز رفته بود و اینها، حالا دیگه بیشتر وقتتون نمیگیرم، برید بخونید، خیلی جالب بود، ببینید من صحبت کردم در این مورد. و بعد میگم آقای سهیلی نکن این کارو عزیز من. این دوست عزیزمونم با من همعقیده است، میگه بابا این نوشته ها ما رو بیچاره کرده که آقا در زمان شاه نمیدونم یک دکتری بود میرفت آنجا، میرفت گاوچرونی میکرد ولی مادرش سرما خورده بود، این دکتر بیشعور نمیفهمید. به خدا اگه این دکتر اعتمادی زنده باشه اگه اینو بهش نشون بدن، میگه آقا لعنت به شمایی که اینا رو درباره من نوشتی، بهش بی احترامی میکنی. کدوم یک از شما سراغ دارید یکی از اینها دکتر شده باشه، رئیس دانشگاه شده باشه، رئیس شرکت شده باشه، پدر و مادرش همون ده مونده باشن و این برگرده بره؟ دروغ نگید. اولین کاری که میتونست میکنه اینا رو میآورد یه خونه براشون میخرید، میگه بابا مردیم توی ده، بیا اینجا. دروغ به این روزمون انداخت، دروغ رو بس کنید. شما در مورد نوشته دوستتان به درستی صحبت کردید، ولی پرسش اینجاست چرا زمان شاه دولت کسانی را برای افراد سال خورده استخدام نمی کرد که اینها تنها نباشند مثل اینجاها و به امید فرزندانشان نمانند و مستقل زندگی کنند و مدیون فرزندان و دیگران نباشند تا شأن انسانیشان حفظ شود، و به جای اینکه هی بگویند مردم هار شدند و قد ندانستند، آن طرف جریان را نمی بینند. حالا این آقا با هواپیما خودش را به مادرش رسانده بود، تکلیف مادرهای دیگه چی بود اون زمان؟ اصلا چرا آن نزدیکی ها دکتر و پزشک نبود که این آقا بیاید و دنبال دکتر باشد در صحرا؟ اگر میخواست به زبان دهاتی صحبت کند، چرا میگوید که من با هواپیما آمدم؟ این داستان پردازان مردم را چقدر احمق فرض کردن. درست در زمان انقلاب من و فامیل و دوستانم به آستارا، شهری در شمال آذربایجان و گردنه حیران درست مرز روسیه فعلی رفته بودیم. این گردنه اینقدر زیباست که انسان از زیبایی آن حیران می شود و اسم حیران هم به همین خاطر است. صبح برای صبحانه در قهوه خانه برای من کره پاک آوردن. می دونید کره ها تو بسته‌بندی بود، اسم شرکتش پاک بود. کره پاک آوردن. گفتیم ما کره پاک را در تهران هم که میخوریم، کره محلی بیاورید لطفا. گفتن نداریم. یعنی دولت نمیتوانست به مردم آنجا که مخصوصا با شوروی هم مرز بود برسد تا مردم به شهرهای بزرگ کوچ نکنند. مرسی از شما. من از شما ممنونم. البته یه گله‌ای دارم. اینجایی که شما میگید اون دولت چرا این مثلا خانه سالمندان و فلان اینها رو درست نمی کرد که اینها مدیون بچه هاشون باشن، می دونیم که تو بعضی از خانواده ها عروسه نامهربان بود، خود پسرها خود دخترها نامهربان بودن، مادرشون رو وقتی یه ما می بردن خونه به یه بهانه‌ای به یه کلکی اون یکی دیگه می آوردش می داختنش بیمارستان این ور. ولی یادمون باشه که ما یکی از چیزایی که همین الان افتخار میکنیم میگیم هم تو ایران اینجوریه، اینه که میگیم بابا پدر بزرگه مادر بزرگه تنها نیست، داره با بچه های زندگی میکنه، بچه هم با نواش. البته من شنیدم تو ایران هم این خیلی وضع بد شده.
ما هم نیاییم مثل اینها که دروغ می‌نویسن بیان انتظار داشته باشیم از یه دولتی مثل شاه سوئیس رفته که درس نخوند، دیپلمم نگرفت، انتظار داشته باشیم بیاد امکانات و فسیلیتی دولت‌های اروپایی رو بیاره ببره بذاره تو اون دهات که مادره حالا مثلا یه نفر صبح استخدام باشه بره پاشو ماساژ بده، لباسش عوض کنه، بماند و ماند. اونم انتظار زیادیه، همون انتظاریه که وقت ما می‌خواستیم سوئیس بشیم، می‌خواستیم هلند بشیم، می‌خواستیم دانمارک بشیم، یه دفعه به اینجا رسید. خب و اما سردبیر محترم بدین وسیله آخرین اطلاعیه خبری بنیاد کودک در خصوص کمک به قربانیان زلزله افغانستان را به زبانهای انگلیسی و فارسی جهت استفاده در رسانه شما ارسال می دارد. خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هر سؤالی با دفتر بنیاد کودک تماس حاصل فرمایید. با تشکر فراوان. نوشتن ادیتور، اسم نداره ادیتور. به زلزله‌زدگان افغانستان کمک کنید. این که میگه اگر سوالی چیزی دارید با ما تماس بگیرید، دوست عزیز من برای شما ایمیل فرستادم، نوشتم از خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید، شماها بلد نیستید، بدید این کارا رو کسای دیگه انجام بدن، بذارید همون شیر خورشید از صلیب سرخ و هلال احمر و اینا انجام بدن. اونا بلدن، میاد $10 میده تبلیغ میذاره، $100 در میاره، $90 جلو افتاده، ولی شما زنگ میزن آقا ما سازمان غیر انتفاعی هستیم شما هم کمک کن دیگه. خب من اگه هی وایسم به شما کمک کنم، همین میشه که دیگه شلوارم پامون نیست. و اما فیلم کمال الملک براتون گذاشتم روی چیز، ببینید از امروز تا دوشنبه و اینها هم همینجور روی چیز خواهد بود، روی چیز روی پلیلیست برنامه ما. و ببینیم که آقای سهیلی چی نوشته. تا خر هست خرسوار هم هست. اینشون هم ببخشید من صدای اینو کم کنم. آره این فیلمایی که نشون میده رهبرای مذهبی چجوری طرف میاد پاشو میبوسه، دستشو میبوسه، چجوری در راهش کنه. بابا همین تلویزیون آمریکا و کانادا، آقای سهیلی شما پس فردا صبح بزن نگاه کن. من یه احمدشو داشتم نگاه میکردم، گفت من 18 سالم شد خدا مستقیما با من حرف زد، و وقتی رفتم تو کلیسا تمام اونای دیگه که به من میگفتن باید با خدا در تماس باشیم گفتن آقا این دروغ میگه. یعنی ببینید چه جنگی بینشون، این زبل بوده، این از اونا کلاشتر بوده دیگه، نمیخواسته 20 سالش بشه 25 سالش بشه، سر 18 سالگی گفته من خدا رو دیدم، خدا با من صحبت کرد، اونا دیدن اه مغازش تعطیل میشه مخالف شده. اینا هست عزیز من. بذارید من یه عکسی رو بهتون نشون بدم، چون ایام ما محرم بود و خیلی شما دوستان برای من عکس میفرستادین که نگاه کنید آقا چجوری اینا خودشون خونین و مالین میکنن. بذار بزنن بهتر. اینم مسیحیان، بذارید من اینو براتون نشون بدم. مسیحیان، بیا دوست عزیز، اینم مسیحیان. من اینا هم وقتی خودشون خونین و مالین میکنن خوشحال میشن. حالا اسلامی که میخوای از شمشیر زدن و زنجیر زدن و غم زدن برگردی بری مسیحی بشی، مگه تا الان که مسلمون بودی شمشیر چی میزدی؟ غم میزدی؟ زنجیر میزدی؟ نمیزدی که. پس تو جز این مسلمونایی که عکسشون رو میفرستی و مسخرشون میکنی که نیستی، تازه اگه مسلمون باشی. همین امروز صبح ما داشتیم حاضر میشدیم که برنامه کانون آوا رو اجرا کنیم، یه خانمی اومده، من دیدم یه خانمی اومده در زده، ما پشت درمون نوشتیم بابا ما نمیخوایم این فروشنده های ولگرد دیگه، دورگرد و اینا، نه ولگرد بیان در خونمون، ولی اینایی که برای مذهب کار میکنن آزادن، اینایی که برای سیاست کار میکنن آزادن. خب پس کی ممنوعه؟ اون بدبختی که میخواد بیاد یه جارو برقی بفروشه و بره برای زن و بچهش یه زندگی خوبی داشته باشه، ما فقط اون رو ممنوع کردیم؟ ای مردشوری این قانونی ببره که میگه جدایی دین از دولت، ولی یقه دین رو نمیتونه بگه آقا این نوشته من کسی نمیخوام. دره رو باز کردم، خانم میگه چقدر خوشحالم که تو خونه هستی. میگم من خیلی خوشحال نیستم که شما وقتی که من خونه هستم میای مزاحمم میشی. بعد میگه نه من آمدم از طرف خدا باهات صحبت کنم. گفتم خدا یک دقیقه با من تماس گرفت، گفت یه زنی میاد با 3 تای دیگه هم هست، 3 تاشونو بزن بکش. تو خدا رو مگه قبول نداری؟
خدا با من تماس گرفت. خانمه چنان وحشت کرده بود، خودم یکم ناراحت شدم، گفتم الان میری به اون دوتا میگی زنگ بزنی پلیس بیاد این دیوانه رو بگیره. بعد بهش گفتم بعد تازه با پررویی میگه من میتونم ازت سوال کنم تو چه مذهبی داری؟ گفتم من مذهبی دارم که خدا مستقیما با من تماس میگیره و خدای من انقدر احمق نیست که تو را استخدام کنه که بیای به من بگی خدا هست. این مذهب رو میشناسی؟ برو حال دربارش بخون. فوری دمشو گذاشت لای پاشو رفت. دم لای پا گذاشتن، میدونید که حیوانا وقتی میترسن دمشون رو میذارن لای پاشو، چرا نمیدونم، ولی وقتی هم نمیترسن دمشون رو میارن بالا، موهاشون پشت گردنشون رو میارن بالا که بترسیم ما ازشون. خب دوستان عزیز اجازه بدید که همینجا ما برنامه رو به پایان ببریم. ساعت 3:28 است. اگر این صحبتهای من از شادیهای، از غمهای صحبت کرده، شما رو از اون حال احوالی که دوست داشتید داشته باشید برده یه جای دیگه و میخواین برگردید به اون حالت معنوی و رویایی و عشقی، بریم پای صحبتهای خیام بشینیم. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و اون برباد نکن. شاملو رو براتون میذارم تا ساعت 4 آقای حسن ارشاد از ایران. برنامه هفته قبل ایشون خیلی دیدنی بود، چون به یه خانم باهایی اجازه داده بودن بیان توی اتاق پلتاک صحبت کنن و خیلی از شما ها تماس گرفتید گفتید که به آقای ارشاد بگیم که اینا رو بیشتر بذار یا این کارا رو انجام بده. گفتم با خودشون تماس بگیرشون، شماره تلفن داره، فیسبوک داره، ایمیل داره، هی ما رو این وسط پستچی و نامرسان نکنید. درسته که ما ضرب المثل داریم که نامرسون را اعدام نکن، don't kill the messenger، ولی میکنن دوستان، این کار انجام میدن. این دوست ما ببین نشسته بعد از اینکه حالا از ایران آزاد شده آمده آمریکا، به جایی که بره خوش باشه آمده نشسته مصاحبه من با آقای احمدعلی مسعود انصاری، بعد تازه میگه این دروغ میگه. آقا آره این دروغ میگه. آیا این اولین دروغگویه که شما دیدی تو زندگیت؟ خدا وکیلی آقای دکتر جراح از آذربایجان که در شیراز زندگی میکردی، آخرین دروغی که امروز گفتی کی بود؟ آخرین دروغی که گفتی کی بود؟ قولت میدم به دیروزم نمیرسه. ممنونم از یکایک شما عزیزان. یک دقیقه من وقت بدی کامپیوتر عوض کنم. و یادم این فیلم ها وقتا هم میگفتن به ما وقت بدید DVD مون شده 8 ساعت عوض کنیم و من مسخرهشون میکردم. حالا بعضی وقتا خودم باید یک دقیقه از شما صبر بخوام تا اونو عوض کنم، برای که میتونیم هم نخواهیم. همینجا من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ببینید میشه اینجوری هم کار کرد. با امید دیدار.